شما از ایکس باکس های سری میشه به جای کامپیوتر استفاده کرد؟ اگه بخوای جواب این سوال رو بدونی تا آخر ویدیو با من باش. پس به اپیزود جدید اتاق بازی مون خوش اومدی. این روزا چیزی که ارزش نداره ریال ایرانه. حالا این به کنار، قیمت‌های لوازم کامپیوتر هم هر روز داره بالا و بالاتر میره. همین موضوع باعث شد که گیم زدن دیگه یه چیز لاکچری بشه. حالا توی این بین کنسول‌ها مخصوصا سری S تا حدود خیلی زیادی به داد ماها رسیده. اما سوال اصلی اینجاست، آیا ما میتونیم به ایکس باکس سری S به عنوان یه جایگزین برای PC نگاه کنیم؟ موس و کیبورد اصلاً چجوری روی این کنسول کار میکنه؟ و یا به غیر از گیم زدن آیا میشه با این کنسول کار دیگه ای هم کرد؟ نگران نباشید، ما قراره توی این ویدیو به همه این سوالات جواب بدیم. پس اول اون لایک رو بفشار تا با هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. خیلی ها نمیدونن ولی ایکس باکس سری به صورت پیش‌فرض از موس و کیبورد پشتیبانی میکنه. شوترباز‌ها میدونن که موس و کیبورد چقدر میتونه به دقت نشونه‌گیری توی بازی‌های شوتر کمک کنه. اصلا استفاده از کیبورد و موس به قدری بهتره که بازی‌هایی که کراس پلتفرم دارن معمولاً پلیرهایی که از دست استفاده میکنن رو جدا از بقیه پلیرها میکنه. البته خود من کنترل رو ترجیح میدم چون از موس و کیبورد زیاد خوشم نمیاد. برای استفاده تنها کاری که باید بکنید اینه که موس و کیبوردتون رو از طریق درگاه USB به کنسول وصل کنید. به همین راحتی. شما حتی میتونید از کیبوردهای وایرلس هم استفاده کنید. ریزر حتی یک کیبورد مخصوص هم برای ایکس باکس ساخته که البته زیاد پیشنهادش نمی‌کنم چون از خود کنسول قیمتش بیشتره. در منوی اصلی شما میتونید از کیبورد به طور کامل استفاده کنید. ولی موس اینجا کار نمیکنه متاسفانه. البته زیاد هم مهم نیست چون منوها جوری طراحی شدن که نیازی اصلا به موس نیست. تازه ایکس باکس خیلی خوب هم با مانیتورهای گیمینگ مچ میشه. تمامی مانیتورها از 1080 بگیر تا 4K روی تمام ایکس باکس های سری مچ میشن. یه نکته خیلی مهم دیگه هم اینه که هر دو ایکس باکس سری و ایکس از فریم 120 پشتیبانی میکنن. واقعا با 8 میلیون تومن فریم 120 عالیه. بیش از 90 تا بازی هستن که از این فریم پشتیبانی میکنن، در حالی که برای پلی‌استیشن 5 فقط 5 تا بازی وجود داره. بدون شک برای بازی های شوتر ایکس باکس بهتر از پلی‌استیشنه. اکثر هدفون های PC هم که روی ایکس باکس کار میکنن، البته به شرط اینکه هدفون جک داشته باشن. البته اگه USB هم باشن ممکنه از ایکس باکس پشتیبانی کنن، ولی خب همشون پشتیبانی نمیشن. پس بله، ایکس باکس با موس و کیبورد کار میکنه. تقریبا همه ی مانیتورها رو هم پشتیبانی میکنه و هدفون هم روش جواب میده. اما توی بازی ها داستان فرق میکنه. خبر خوب اینه که اکثر بازی های مهم ایکس باکس از موس و کیبورد پشتیبانی میکنن. به طور مثال بازی فورتنایت کاملا از موس و کیبورد پشتیبانی میکنه و حتی تنظیمات هم توی منو برای کیبورد و موس داره. شما میتونید حساسیت موستون رو اینجا تنظیم کنید. از اون بهتر اینه که حتی سری S هم میتونه این بازی رو 120 فریم اجرا کنه. این یعنی دقیقا هیچ فرق بین اجرای فورتنایت روی ایکس باکس سری و یه PC 100 میلیونی نیست. فورتنایت تنها بازی نیست که از این فیچر ایکس باکس پشتیبانی میکنه. تمامی کال آف دیوتی ها، گرز آف وار 5، هیلو اینفینیت و حتی ماینکرافت هم روی این فیچر فوق جذاب ایکس باکس پشتیبانی میشه. تازه بازی های استراتژی مثل گرز تاکتیک و شبیه ساز پرواز هم از این فیچر محشر ایکس باکس پشتیبانی میکنه. البته یه سری بازی ها هستن که در کمال تعجب پشتیبانی رو ندارن. ایپیکس، اوورواچ و رینبو مهمترین بازی های شوتری هستن که نمیذارن شما روی ایکس باکس از موس و کیبورد استفاده کنید. راستی، یه نکته خیلی خیلی مهم. بچه ها خیلی ها میان حتی روی پلی‌استیشن از این دانگل ها استفاده میکنن که بهتون اجازه میده هر بازی رو با موس و کیبورد پلی بدید. اما اون چیزی که خیلی ها نمیدونن اینه که این دیوایس ها تقلب محسوب میشن چون به شما توانایی هایی رو میدن که دیگر پلیر ها ازشون محروم هستن.
این میتونه به بند شدن اکانت شما و حتی بند شدن کنسول شما ختم بشه. پس حتما مراقب باشید و به هیچ وجه سمت این دانگل ها نرید. برای اینکه خیالتون راحت باشه توی گوگل سرچ کنید و ببینید دقیقاً چه بازی‌هایی اجازه استفاده از موسو کیبورد رو به شما میدن. پس تو زمینه یه گیم نسبت به پولی که داریم میدیم ایکس باکس عالیه، ولی با پی سی کاری دیگه هم به جز گیم میشه کرد نه؟ خب شما یه پی سی که میخرید باهاش میتونید اینترنت برید، فیلم ببینید و حتی پروژه های دانشگاه و مدرسه‌تون رو باهاش انجام بدید. آیا با ایکس باکس هم میشه این کار انجام داد؟ جواب بله است. سورپرایز شدید نه؟ روی ایکس باکس ما مرورگر ایج رو داریم که دقیقاً مثل کروم عمل میکنه. این یعنی شما بدون کوچکترین مزاحمتی میتونید تمام سایت ها رو بالا و پایین کنید. یوتیوب برید، فیلم رو ببینید، ایمیلاتون رو چک بکنید، درست مثل یه دونه پی سی باهاش اینترنت گردی کنید. اما این تمام ماجرا نیست. یه سری نرم افزارها مثل مایکروسافت ورد نسخه وب هم دارن. این یعنی شما میتونید به راحتی از نسخه تحت وب این نرم افزارها استفاده کنید و پروژه های مدرسه یا دانشگاهتون رو باهاش بدون کوچکترین مشکلی انجام بدید. تازه به اینجا هم ختم نمیشه. شما میتونید با وصل کردن یه وبکم حتی کلاس های آنلاینتون هم با ایکس باکستون انجام بدید. میخواید استریم رو شروع کنید؟ پول کارت کپچر ندارین؟ مشکلی نداره. شما میتونید مستقیما از ایکس باکس استریم کنید بدون اینکه هزینه ای اضافه ای پرداخت کنید. خودی اصلا فکرش نمی‌کردین ایکس باکس بتونه همچین کارایی رو انجام بده؟ و حالا رسیدیم به سوال اصلی که آیا ایکس باکس میدونه جای کامپیوتر رو بگیره؟ خب بستگی داره. اول از همه هم به جیب شما. الان یه کارت گرافیک خیلی خیلی معمولی از ایکس باکس سری اس گرون‌تره. تازه برای پی سی گیمینگ شما علاوه بر کارت نیاز به کلی لوازم دیگه گیمینگ دارین که قیمت سیستم رو 3 یا 4 برابر یه ایکس باکس سری می‌کنه. حالا اگه هدفتون فقط گیم بازی کردنه و زیاد کار دیگه ای با پی سی تون نمیخواید که انجام بدید، پیشنهاد من به شما بدون شک ایکس باکسه. شما با یه هزینه خیلی کم میتونید کلی بازی رو با یه کیفیت قابل قبول انجام بدید. تازه‌شم با گیم پس تعداد این بازی ها هم خیلی خیلی بیشتر میشه. اما اگه با پی سی علاوه بر گیم زدن کارهای دیگه ای را انجام میدید، مثلا ویدیو ادیت میکنید یا موزیک میسازید، درسته ما اپ‌های تحت وب برای این کارها هم داریم، ولی بدون شک این اپ‌ها نمیتونن جایگزین مناسبی برای پی سی باشن. البته ما یه اپ برای ادیت روی ایکس باکس داریم، ولی اصلا با ادوب پریمیر قابل مقایسه نیست. در کل اینا نظرات من بود. شما چی فکر میکنید؟ آیا میشه از ایکس باکس به عنوان پی سی استفاده کرد؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید.